نام هستی بخش جهان خدمت خانم ها و آقایان هموطنان عزیز سلام عرض میکنم. من دکتر محمد صهیمی هستم و خوشحال و سپاسگزارم تا بار دیگر در خدمت شما هستم و در برنامه یک سینه سخن با شما صحبت میکنم. امروز پنجشنبه 24 فروردین 1391 مطابق با 12 آوریل سال 2012 میلادی است. برنامه رو با چند خبر مهم راجع به ایران شروع میکنم و بعد راجع به دو موضوع مهم روز در مورد ایران با شما صحبت میکنم. مهمترین خبر ایران و شاید در سطح جهان مذاکرات اتمی است که بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 قراره که از روز شنبه پس فردا در شهر استانبول در ترکیه شروع بشه. گروه 5 به اضافه 1 یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان که از چند سال قبل در مذاکرات اتمی با ایران شرکت کردند. ایران اول در مورد انتخاب شهر استانبول به عنوان جای مذاکرات اعتراضاتی داشت. دلیلش این بود که کشور ترکیه و شهر استانبول میزبان کنفرانسی بودند که به اون کنفرانس دوستان مردم سوریه میگفتن و در واقع کنفرانس اپوزیسیون دولت سوریه بود که در حال حاضر در داخل سوریه با دولت سوریه در حال جنگ است و چون دولت ایران متحد استراتژیک دولت سوریه است به این موضوع اعتراض داشت. به همین دلیل دولت ایران پیشنهاد کرده بود که این کنفرانس یا در بغداد و یا حتی در شهر دمشق برگزار بشه که البته پیشنهاد برگزاری کنفرانس در شهر دمشق پیشنهاد بسیار موثقی است به دلیل شرایط جنگی که در اونجا برقراره. به هر حال قرار بعد از یه مدت رفتن و آمدن به قول معروف ایران دوباره توافق کرد که این دور اول مذاکرات رو در شهر استانبول برقرار کنن و اگر دور دومی بعد از این قرار شد برگزار بشه این قرار است که در شهر بغداد پایتخت عراق برگزار بشه. از حدود دو هفته قبل در مورد این مذاکرات ایران و آمریکا بحث‌های بسیار زیادی در سطح اینترنت و همینطور در سطح مطبوعات برقرار بوده. بسیار از کارشناسان راجع به این موضوع اظهار نظر کردن که انشاءالله در قسمت دوم برنامه بعد از اینکه اخبار ایران تموم شد راجع به اون با شما صحبت بکنم. خبر مهم دیگه مسافرت آقای احمدی نژاد به جزیره ابو موسی است. همونطور که حتما میدونید سه جزیره توم بزرگ، توم کوچک و ابو موسی که به طور تاریخی متعلق به ایران بودن مورد ادعای دولت امارات متحده عربی هم قرار دارن. برای اونهایی که یادشون نیست خدمتشون عرض کنم که در 30 نوامبر سال 1971 درست روز قبل از اینکه دولت انگلیس به حضورش در خلیج فارس خاتمه داد نیروهای مسلح ایران در این سه جزیره اومدن و این جزایر رو به ایران به مالکیت ایران برگردوند. البته این در واقع حاصل معامله پشت پرده بود که دولت محمد رضا شاه پهلوی با دولت انگلیس داده بود چون اونهایی که دهه 1960 و 1950 رو خاطرشون هست میدونن که دولت ایران بحرین رو استان 14 خودش به حساب می آورد ولی دولت محمد رضا شاه با دولت انگلیس معامله انجام دادن که در اون بحرین کشور مستقل شد و در عوض سه جزیره توم بزرگ و توم کوچک و ابو موسی که به طور تاریخی متعلق به ایران بود حاکمیتش به ایران برگردون. البته در مورد جزیره ابو موسی یه مقدار بحث فرق می‌کرد. ظاهرا قرار بود که جزیره ابو موسی توسط ایران و امارات متحده عربی که در همون 1971 تشکیل شد اداره بشه. بعد از انقلاب اسلامی 1979 دولت امارات در مورد مالکیت سه جزیره شرکت ادعا کردن و اصولاً معذرت می‌خوام امارات متحده ادعا می‌کنه که این سه جزیره متعلق به این کشور هست و ایران و نیروهای ایران باید این سه جزیره بیرون برن. منتها چون بر سر اداره جزیره ابو موسی توافق شده بود که امور معمولیش به طور مشترک توسط ایران و امارات اداره بشه سفر آقای احمدی نژاد به این جزیره باعث اعتراض دولت امارات شد به دلیل اینکه ایشون فکر میکنن که یعنی دولت امارات فکر میکنن که ورود آقای احمدی نژاد به جزیره ای که اگر نه متعلق به امارات نباشه ولی ظاهرا ادارش باید توسط امارات و ایران باشه موجب نقض حاکمیت دولت امارات است. به همین دلیل دولت امارات روز گذشته سفیر خودش رو از تهران فراخواند. یک بازی دوستانه قرار بود بین تیم ملی فوتبال ایران و امارات برگزار بشه اون هم لغو شد. کشور عربستان و معذرت میخوام بحرین و پادشاه بحرین هم به این موضوع اعتراض کرد. در این حال دولت آقای احمدی نژاد به طور قاطعانه جلوی موضوع وایساد و
آقای امیر حسین عبداللهیان که معاون وزیر خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقایی هستند گفتن که مسافرت آقای احمدی نژاد به امارات متحده یک موضوع داخلی است، یعنی معنیش اینه که جزیره ابو موسی کاملا 100% متعلق به ایرانه و بنابراین رئیس جمهور این مملکت حق داره که به هر جای مملکت که بخواد مسافرت کنه، که این البته ظاهرا باعث خشم بیشتر دولت امارات متحده عربی شده. همونطور که عرض کردم این جزایر به طور تاریخی متعلق به ایران بودن و البته ادعای دولت امارات در مورد مالکیت این جزایر ادعای مسخره است. شما اگه به نقشه جغرافی هم نگاه کنید میبینید که فاصله این جزایر با سواحل ایران و سواحل امارات متحده چقدر خواهد بود، ولی خب این موضوع همیشه موضوعی بوده که توسط اون امارات و کشورهای دیگه عرب خلیج فارس به ایران اعتراض کردن. حتی چند ماه پیش در روزنامه نیویورک تایمز مقاله بسیار مفصلی منتشر شد که نشون میداد که دولت امارات متحده عربی کاری که کرده این بود که یکی از کمپانی‌های آمریکایی رو که تخصصش تربیت نیروهای ویژه هست رو استخدام کرده. این کنفرانس مال آقای اریک پرینس بود که یکی از کارهایی که این کمپانی میکرد این بود که به نیروهای آمریکا در عراق کمک میکرد، که البته به دلیل جنایاتی که این کمپانی در عراق انجام داد موجب اعتراضات بسیار زیادی شد، به طوری که اسم کمپانی رو عوض کردن. حتی آقای اریک پرینس به هر حال کمپانی رو در نهایت فروخت و یک کمپانی جدیدی باز کرد و حالا کار این کمپانی اینه که به اصطلاح برای نیروهای ویژه و نیروهای خارج از سازماندهی نیروهای مسلح کشور واسه اون کشور تربیت میکنه. بر طبق مقاله نیویورک تایمز این نیروهایی که برای کمپانی آقای اریک پرینس برای امارات متحده عربی تربیت میکنه قراره که یک روزی یک عملیات ویژه انجام بدن. اگر به عنوان مثال بین آمریکا و ایران برخورد نظامی پیش بیاد، دولت امارات قراره که از این موضوع استفاده کنه و از این نیروها استفاده کنه و در جزایر تنبه بزرگ تنبه کوچک و ابو موسی نیرو پیاده کنه تا به خیال خودشون و در تصورات خودشون بتونن این جزایر رو مالکیتش رو به امارات برگردونن. به هر حال این موضوع یکی از موضوعهای مهم روز بود، هم دیروز و هم امروز، و مطبوعات و وبسایت‌ها راجع به اون بسیار صحبت کردن. خبر دیگه راجع به کاهش صادرات نفت ایران به چین هست. ما می‌دونیم که آمریکا و متحدانش سعی کردن که بسیاری از کشورهای جهان رو که نفت رو از جمهوری اسلامی وارد می‌کنن تحت فشار قرار بدن تا اونها واردات نفت خودشون رو از ایران کم کنن. چین البته خب یکی از متحدان استراتژیک و اصلی ایران هست، ولی شرکت سینوپک که یکی از شرکت‌های مهم نفتی چین است و در میدان‌های نفتی ایران هم فعالیت داشته اعلام کرده که در سال جاری، یعنی سال 2012 میلادی، واردات نفت خودش رو از ایران قطع می‌کنه. البته دلیلی که شرکت سینوپک ظاهراً داده این بوده که بر سر مبلغ قرارداد در این سال نتونستن توافق کنن و بنابراین واردات فعلا قطع میشه. شرکت سینوپک حدود روزی 22,000 بشکه نفت از ایران وارد میکرد. در این حال چین 20% نفت وارداتی خودش رو از ایران تامین میکنه و در واقع ایران بعد از آنگولا که در ساحل غربی آفریقا قرار داره و عربستان سعودی سومین کشور مهم صادرکننده نفت به چین است. و این البته قطع واردات 22,000 بشکه در روز توسط شرکت سینوپک از ایران از لحاظ کمیت خیلی مهم نیست، چون 22,000 بشکه در روز اومده زیاد نیست، ولی از لحاظ سمبولیک و کیفی خب و حتی روانی عمل بسیار مهمه که این نشون میده که حتی کشور چین هم در مورد کاهش واردات نفت از ایران به فکر افتاده. در این حال یک شرکت چینی که کشتی‌های نفتکش رو بیمه می‌کرد اعلام کرده که کشتی‌های نفتکش ایرانی رو که نفت ایران رو از ایران به چین می‌برن رو حاضر نخواهد بود که بیمه کنه، که خب این البته این هم تأثیر مهمی میتونه روی صادرات نفت ایران داشته باشه، چرا که در این صورت اگر شرکت‌های دیگه بیمه نفتکش‌های ایران رو بخوان بیمه کنن قیمت بیشتری رو از ایران خواهن خواست و این خودش قیمت تمام شده نفت رو از جمله حمل و نقل و بیمه شو اینا رو برای جمهوری اسلامی بیشتر میکنه.
برای اینکه نمونه راجع به این خدمتتون عرض کنم، اجازه بدید بگم که در دهه 80 وقتی که ایران و عراق در حال جنگ بودن و عراق به نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس حمله می‌کرد، بیمه نفتکش‌های ایرانی در اون موقع حدود 6 برابر شده بود و خب این یعنی 600% مبلغ بسیار مهمی بود. به هم دلیل قیمت تموم شده نفت بر ایران در اون موقع بسیار بالا رفته بود و خب این معنیش این بود که درآمد ایران از صادرات نفت خیلی کمتر شده بود. در مورد چین هم همینطوره. کشورهای دیگه هم واردات نفت خودشون از ایران تا حدی کاهش دادن. مثلا ژاپن که یکی از مهمترین وارد کنندگان نفت ایرانی مقدار واردات خودش از ایران کم کرده. کره جنوبی همین کارو کرده. در این حال ایران اعلام کرده که صادرات نفت خودش رو به یونان، آلمان و اسپانیا قطع کرده. یعنی ایران حاضر نیست به این کشورها نفت صادر کنه. البته اتحادیه اروپا چند وقت پیش اعلام کرده بود که تا پایان ماه جون واردات نفت از ایران رو به طور کامل قطع خواهد کرد و ظاهرا دولت ایران به تلافی این موضوع پیش دستی کرده و اعلام کرده که صادرات نفت خودش رو به این سه کشور قطع کنه. در بین این سه کشور یونان 34% نفت وارداتی خودش رو از ایران تامین می‌کرد، اسپانیا حدود 13% نفت وارداتی خودش رو از ایران تامین می‌کرد که خب این دو کشور جای مهمی به عنوان مشتریان ایران داشتن. به طور کلی اتحادیه اروپا روزانه حدود 600 تا 650 هزار بشکه نفت رو از ایران وارد می‌کرد. بنابراین اگر اتحادیه اروپا واردات نفت رو از ایران به طور کامل قطع کنه، این خب نتیجه خیلی مهمی رو در روی واردات صادرات نفت ایران خواهد داشت. البته اینکه آیا اتحادیه اروپا این رو اجرا خواهد کرد یا نه به مقدار زیادی بستگی به نتایج مذاکرات اتمی داره که از روز شنبه قراره بین ایران و کشورهای 5+1 شروع بشه. اگر در اون مذاکرات پیشرفتی حاصل بشه و به توافقی برسن، به احتمال قوی این به اصطلاح منع ورود نفت ایران به کشورهای اروپا اجرا نخواهد شد. ولی اگر به توافق نرسن و دو طرف به خصوص جمهوری اسلامی روی مواضع خودش پافشاری کنه، این تحریم نفتی حتما اجرا خواهد شد. البته آقای احمدی نژاد دو سه روز پیش در یک سخنرانی گفتن که ما حتی اگر 3 سال هم نفت نفروشیم، مملکت رو میتونیم به طور خیلی خوب اداره کنیم و احتیاج به صادرات نفت نخواهیم داشت، که البته خب این طبق معمول یکی از ادعاها و بلوفای آقای احمدی نژاد هست. این دستگاه عریض و طویل امنیتی و نظامی و اطلاعاتی که جمهوری اسلامی داره برای کنترل کشور و این بذل و بخششی که نظام حکومتی بین طرفدارای خودش میکنه تا اونها رو در طرفداری خودش ثابت نگه داره، احتیاج به مخارج عظیمی داره که اگر صادرات نفت قطع بشه معلوم است که این مخارج از کجا خواهد اومد. در این حال واضحه که قطع صادرات نفت از لحاظ اقتصادی بر روی مردم فشار زیادی خواهد وارد کرد که این فشارهای اقتصادی ممکنه منجر به شورش‌های خیابانی بکشه. به همین دلیل ادعای احمدی‌نژاد مبنی بر اینه که اگر تا 3 سال هم نفت نفروشیم اتفاقی پیش نخواهد افتاد، یک بلوف یا یک حرف تبلیغاتی بیشتر نیست. خب این هم یکی از صحبت‌های مهم دیگه بود که مطرح شد. موضوع مهم دیگه جنگ سوریه هست، جنگ داخلی سوریه است که تا همین امروز ادامه داشت. کشورهای جهان و به خصوص سازمان ملل برای اینکه در سوریه صلح برقرار بشه تلاش‌های خیلی زیادی رو کردن. آقای کوفی انان که دبیرکل سابق سازمان ملل بود، از طرف سازمان ملل به عنوان سفیر مخصوص سازمان ملل در این مورد منصوب شد. ایشون به ترکیه، سوریه و ایران مسافرت کردن. آقای کوفی انان 2 روز در تهران بودن، با آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه ملاقات کردن و دولت ایران اعلام کرد که از طرح آقای کوفی انان برای آتش بس در سوریه حمایت می‌کنه. دولت سوریه هم این رو قبول کرده. اینطور که مطبوعات غرب میگن، هم دولت ایران و هم دولت روسیه فشار خیلی شدید روی دولت آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه گذاشتن تا به عملیات نظامی خودش خاتمه بده. تا دیروز قرار بود که آتش بس از امروز صبح 6 صبح به وقت دمشق که میشه حدود 7 شب دیشب، یعنی 4 شب به وقت لس آنجلس باشه، به اجرا در بیاد. تا آخرین لحظات ارتش سوریه به عملیات نظامی خودش ادامه داد، ولی در ساعت مقرر و موقع قرار بود آتش بس شروع بشه، ظاهرا
عملیات نظامی خاتمه پیدا کرد و اینطور که گزارش میشد تا آخرین لحظه که من قبل از که به اینجا بیام در اینترنت میخوندم به نظر میومد که آتش بس برقرار شده. البته دولت سوریه بعد از قبول طرح آقای کوفی انان چند روز بعد یک شرط جدیدی هم گذاشت که اگر قرار بشه که روی اون شرط جدید اصرار کنه واضح خواهد بود که آتش بس شکست خواهد خورد و دوباره جنگ شروع خواهد شد. این شرط جدید دولت آقای بشار اسد این بود که نیروهای مخالف اسلحه خودشون رو تحویل بدن و خلع سلاح بشن، که خب البته نیروهای مخالف این کار رو نخواهند کرد به دلیل اینکه واضحه که اگر خلع سلاح بشن و نتونن از خودشون دفاع کنن دولت آقای بشار اسد میتونه همه اونها رو قتل عام کنه. البته در این نکته من در برنامه قبلی هم خدمت شما عرض کردم، اینجا هم لازمه تکرار کنم، اوضاع سوریه بسیار پیچیده‌تر از اونیه که مطبوعات غربی سعی میکنن که به ما بفهمونن. در سوریه در واقع کشورهای خارجی هم نقش دارن در اینکه دولت آقای بشار اسد یه حکومت دیکتاتوری است و باید با یک حکومت دموکراتیک جایگزین بشه، شکی نیست. این رو همه اونهایی که از نزدیک وقایع رو دنبال کردن میدونن، ولی در این حال نباید نقش دولت عربستان رو در به وجود آوردن اتفاقاتی که در سوریه هست، به خصوص نقش عمده‌ای که اینها در تجهیز کردن جامعه جهانی و به اصطلاح فوکوس کردن اونها روی سوریه هست از یاد ببریم. دولت عربستان و متحدانش در ناحیه خلیج فارس، کشورهای عرب خلیج فارس که خودشون از نوع بدترین دیکتاتوری ها هستند، به نام دفاع از مردم و به نام دفاع از آزادی مردم سوریه وارد عمل شدن، مخارج خیلی زیادی رو متحمل شدن، تعهد کردن که 100 میلیون دلار به نیروهای که با دولت آقای بشار اسد می‌جنگن کمک کنن، به جامعه جهانی گفتن که به اینها باید اسلحه بدیم و از این راه در واقع آتشی رو که در سوریه بلند شده رو برافروخته‌تر کردن. در این حال اسلامی های تندرو، اسلامی های رادیکال که به گروه القاعده و گروه های دیگه وابسته هستن، اینها هم در سوریه وارد شدن و در واقع این فقط یک حالت برخورد بین نیروهای دموکراتیک در سوریه و دولت دیکتاتوری آقای بشار اسد نیست، بلکه جریان خیلی پیچیده‌تر از اونیه که خیلی ها فکر میکنن. خب دولت روسیه یک متحد درجه اول سوریه هست، مهمترین تامین کننده اسلحه دولت سوریه هست، دولت سوریه پایگاهی دریایی در دریای مدیترانه در اختیار روسیه قرار داده، به همین دلیل سوریه روسیه از حمایتش از سوریه دست بر نخواهد داشت، لااقل نه به این سادگی. در این حال دولت سوریه متحد استراتژیک تهران بوده، اینطور که در مطبوعات گزارش دادن حتی ایمیل هایی که بین دولت آقای بشار اسد و شخص آقای بشار اسد با مقامات دولت ایران رد و بدل شده را به دست آوردن که در اون آقای بشار اسد از رهبران دولت ایران همفکری و تقاضای کمک کرده بوده. اینطور که گفته میشه سلشگر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و نیروهای سپاه قدس در سوریه هستن بودن و به دلیل سوریه در سرکوب اپوزیسیون کمک کردن و به همین دلیل این در واقع همونطور که عرض کردم دیگه نزاعی نیست بین نیروهای دموکراتیک طرفدار مردم سوریه از یه طرف و دولت سوریه از طرف دیگه، بلکه این تبدیل به یک چیز مثل جریان خیلی پیچیده‌ای شده که بسیار پیچیده‌تر و بحرانی‌تر از اونیه که خیلی‌ها فکر می‌کنن. در این حال عربستان و نیروهای مخالف دولت آقای بشار اسد تقریباً اکثریت قریب به اتفاقشون سنی و از سنی‌های خیلی تندرو هستن، از وهابی‌ها هستن، سلفی‌ها هستن و الی آخر. دولت آقای سوریه و گروه حاکم دولت سوریه از علوی‌ها هستن، علوی‌ها خب بخشی از شیعیان هستن، که معنیش اینه که این برخوردی که وجود اومده در واقع یک تبدیل شده به یک جنگ بین سنی و شیعه در سوریه، که خب این جنگی بودی که به نظر من از خیلی وقت پیش غرب در پی به راه انداختن اون بوده، کمون که همین جنگ هم در عراق به وجود اومد وقتی که دولت آمریکا به عراق حمله کرد و دولت آقای صدام حسین برافتاد،
خب شیعیان که اکثریت مردم عراق هستن به روی کار آمدن و نیروهای طرفدار صدام حسین و نیروهای سنی وارد عمل شدن و بسیاری از اون اتفاقاتی که در سالهای بین 2004 تا 2007 اتفاق افتاد، اون خونریزی که افتاد، در واقع کار مقداری ازشون کار سنی هایی بود در عراق که از طرف عربستان حمایت می شدن و با دولت مرکزی عراق می جنگیدن. همین برنامه در سوریه هم ادامه داره و بنابراین همونطور که عرض کردم و دوباره تاکید میکنم، این جریان خیلی پیچیده‌تر از فقط یک نزاع داخلی بین نیروهای دموکراتیک در سوریه و دولت آقای بشار اسد. خب یک موضوع دیگه هست که به نظر من موضوع بسیار مهمیه و اون جدال بین آقای احمدی نژاد و مجلسه که تقریبا از یک سال پیش ادامه داشته. دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده که میخواد مرحله دوم هدفمندی این به اصطلاح سوبسیدها رو اجرا کنه. معنی اجرای مرحله دوم اینه که اون قیمتهایی رو که در مرحله اول کالایی که سوبسید میگرفتن یا یارانه میگرفتن قیمتشون بالا برده بود، حالا میخواد اون قیمت‌ها رو بیشتر بالا ببره. به عنوان مثال قراری که قیمت بنزین کاملا آزاد بشه و به نرخ واقعی خودش که نرخ متوسط بنزین در خاورمیانه است به فروش بره، که اگه اینطور بشه بنزین در ایران به حدود لیتری 1500 تومان میرسه. یادتون باشه قیمت رسمی ارز در تهران برای علاوه دلار به دلار و تومان حدود 1260 تومنه، قیمت غیر رسمیش که من نگاه میکردم بود حدود 1800 تومن. برای 1500 تومن یه چیزی بین این هاست و در نتیجه قیمت بنزین میشه حدود لیتری یه دلار که در نتیجه اگه بخوایم به گالون تبدیل کنیم میشه حدود گالونی بین 3.80 سنت تا 4 دلار که تقریبا چیزیست معادل آنچه که در آمریکا لاغت در غرب آمریکا که ما هستیم هست. خب این تاثیر مهمی روی اقتصاد ایران میذاره. از طرف اوضاع اقتصادی خیلی بده، بنابراین اگه بخوان این یارانه ها حذف بشن کاملا، چون در مردم کلا قرار حذف بشن، فشار اقتصادی روی مردم بیشتر خواهد شد و حاکمیت در ایران اون بخش که طرفدار آقای خامنه‌ای هستن از این موضوع به شدت نگران. به همین دلیل آقای علی لاریجانی رئیس مجلس نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتن و از آقای خامنه‌ای خواستن که دستور بدن تا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها متوقف بشه. دولت آقای احمدی نژاد کاری که کرد این بود که اومد 28 هزار تومان به ازای هر نفر به خانواده رو به حساب بانکیشون ریخت در عرض چند روز گذشته که مبلغ بسیار عظیمیه و گفتش که این واسه به عنوان تفاوت بین قیمت‌ها در مرحله اول حذف یارانه‌ها و قیمت دومه مرحله دومه، ولی به اونها به مردم گفتش که این 28 هزار تومانی که به ازای هر نفر تو حساب ریختیم نمیتونید فعلا برداشت کنین تا اجرای مرحله دوم شروع بشه. در این حال دولت اعلام کرده که قسمت مهمی از مردم دیگه از این به بعد یارانه های نقدی رو دریافت نخواهند کرد، یعنی اینچه که گفته میشه بین 10 تا 20 میلیون نفر خواهد بود، که خب این باز همونطور که عرض کردم موضوع خیلی مهمیه، چون از یک طرف قیمت ها بسیار بالا رفته و از طرف دیگه این یارانه ها حذف شده، که البته واضح هم بود از اول اونهایی که جریان رو دوبال میکردن و به این مسائل کاملا آشنایی داشتن میدونستن که وقتی یه صحبت حذف یارانه ها شد و میگفتن که خب به جای یارانه ها ما پول نقد در اختیار مردم میذاریم، واضح بود که اینو فقط میخواستن همون اول اجرا کنن تا اعتراض مردم بلند نشه و به تدریج اون به اصطلاح اون پولهای نقدی که مردم میدادن حذف کنن و در نتیجه هم پولهای نقدی که مردم میدادن حذف بشه و هم یارانه ها حذف بشه و در نتیجه قیمت ها بسیار بالا بیاد و به اصطلاح دولت از شر این سالی 70 تا 100 میلیارد دلاری که یارانه در اختیار مردم میذاشت راحت بشه. خب این اختلافات بسیار مهمی رو بین مجلس و آقای احمدی نژاد راه انداخت. در این حال آقای احمدی نژاد آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران رو که جلاد مطبوعات بودن و باعث قتل خانم دکتر زهرا کاظمی شدن و نقش اول رو در جنایتی که در کهریزک به عهده داشتن اتفاق افتاد به عهده داشتن، ایشون رو آقای احمدی نژاد به سمت رئیس تامین اجتماعی منصوب کردن که خب سازمان بسیار مهمیه و بودجه خیلی زیادی داره. این موضوع مورد اعتراض
نمایندگان مجلس قرار گرفت، سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزارت کار، بنده اینا میخوان وزیر کار رو هم استیضاح کنن، امضای لازم برای استیضاح وزیر کار جمع شده و ممکنه وزیر کار چیز بشه، ممکنه وزیر کار استیضاح بشه و از کار برکنار شه. اینطور که گفته میشه آقای احمدی نژاد مجلس رو تهدید کرده که اگر وزیر کار رو استیضاح و برکنار کنن، اون وقت چون باید به مدت 3 ماه یک سرپرست برای وزارت کار منصوب کنن که بعد از اون وزیر دائمی رو به مجلس معرفی کنن، آقای احمدی نژاد تهدید کرده که آقای مرتضوی، سعید مرتضوی رو به سمت سرپرست وزارت کار منصوب خواهد کرد، که خب این البته باز یک دهنکجی خیلی بزرگی از طرف آقای احمدی نژاد به مجلس خواهد بود. در این حال صحبتش هست که آقای مرتضوی ممکنه از کار برکنار بشه. دادستانی تهران هم اعلام کرده که ایشون پرونده در دادستانی داره، ظاهرا این پرونده رو مسکوت گذاشته بودن، ولی حالا که کار به اینجا رسیده به دلیل جدالی که بین دولت آقای احمدی نژاد و طرفداراش و آقای خامنه‌ای و طرفداراش هست، این پرونده رو ظاهرا میخوان دوباره فعالش کنن تا از این طریق بتونن آقای سعید مرتضوی رو از کار برکنار کنن و در واقع یک بار دیگه آقای احمدی نژاد رو در این کارزاری که بین دو طرف هست شکست بدن. خب این یه خبر کوتاه مهم دیگر هم خدمتتون عرض کنم و بعد یکی دو دقیقه صبر کنیم تا آگهی‌ها پخش بشه. خبر آخر، خبر بازداشت آقای محمد سلیمانی نیا هست از 10 ژانویه تا به حال. آقای محمد سلیمانی نیا یکی از متخصصین برجسته اینترنت و کامپیوتر در ایران هستند و ایشون بسیاری از سایت‌هایی که در ایران وجود دارن رو شرکتشون کنترل می‌کنه. دولت جمهوری اسلامی از مدت‌ها قبل صحبت این رو کرده که یک اینترنت ملی در سطح ایران راه بیاندازه تا بتونه که ارتباط اینترنتی ملت رو با دنیای خارج قطع کنه. ظاهراً آقای محمد سلیمانیان رو دستگیر کردن از ماه ژانویه به دو دلیل. یکی که از ایشون خواستن که به راه اندازی اینترنت آنچه که دولت اینترنت ملی میگه کمک کنه و در ثانی کنترل اون وبسایت هایی رو که آقای سلیمانی نیا داشتن رو در اختیار وزارت اطلاعات قرار بده و ظاهرا آقای سلیمانی نیا در این مورد حاضر نشدن همکاری کنن و به هم دلیلشون همین الان 3 ماه زندان هستن بدون هیچ دلیلی. سازمان گزارشگران بدون مرز هم به این موضوع شدن اعتراض کرده، یک اعلامیه صادر کردن و از اونها خواستن که آقای سلیمانی نیا رو هر چه زودتر آزاد کنن. خیلی خوب، اجازه بدید که یکی دو دقیقه مکس کنیم تا آگهی ها پخش بشه و بعد دوباره در خدمت شما خواهم بود. با ما باشید. خیلی خوب، دو موضوع مهم است که میخواستم راجع به اون با شما صحبت کنم. موضوع اول، همونطور که در اول برنامه خدمتتون عرض کردم، مذاکرات اتمی بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 است که قراره از روز شنبه آغاز بشه. همونطور که خدمت شما عرض کردم، مطبوعات غرب در عرض چند هفته گذشته گزارش‌های بسیار زیادی راجع به برنامه اتم ایران و اینکه موضع دولت آقای اوباما و متحدانش در مورد مذاکره با ایران چه خواهد بود منتشر کردن. یکی از این مهمترین مقالات مقاله‌ای بود که روز یک شنبه گذشته در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد. این مقاله رو آقای دیوید سنگر و استیون ارلنگر، دو خبرنگار مهم نیویورک تایمز، منتشر کردن. قبل از که بگم محتوای این مقاله چی هست، اجازه بدید که راجع به این دو نفر، این دو خبرنگار مهم نیویورک تایمز، یکی دو کلمه‌ای با شما صحبت کنم. آقای دیوید سنگر یکی از مهمترین مقاله نویسان روزنامه نیویورک تایمز هستند، خبرنگار هستند و سالهاست راجع به برنامه اتم ایران گزارش میدن. آقای سنگر بارها و بارها توسط بسیاری از کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفتن که موضع ایشون راجع به برنامه اتم ایران و جدالی که بین جمهوری اسلامی و غرب در مورد برنامه اتم ایران وجود داره، موضع درست و به اصطلاح آمریکایی‌ها ابجکتیو نیست، بلکه حالت یک طرفه داره. مقاله‌ای که آقای دیوید سنگر در گذشته می‌نوشتن معمولاً با آقای ویلیام براد می‌نوشتن که یک خبرنگار مهم دیگه نیویورک تایمز هستن. آقای ویلیام براد علاوه بر اینکه در مورد مسائل سیاسی علمی مثل مسئله اتم ایران مقاله می‌نویسن، در قسمت علمی روزنامه نیویورک تایمز که روز سه‌شنبه‌ها منتشر میشه در اونجا مقاله می‌نویسن.
خود بنده با آقای ویلیام براد چندین بار هم تلفنی صحبت کردم و هم از طریق ایمیل با هم صحبت کردیم که ایشون نظر من راجع به برنامه تو ایران چندین بار خواسته و ما راجع به موضوع چندین بار تبادل نظر کردیم. این دو نفر همونطور که عرض کردم، هم آقای سنگر هم آقای براد، به خصوص در عرض یک سال گذشته مورد انتقاد بسیار زیادی قرار گرفتن، به طوری که اینطور که خود روزنامه نیویورک تایمز میگفت نامه‌ها و ایمیل‌های بسیار زیادی از طرف مردم به نیویورک تایمز فرستاده شده بود که این مقاله‌ای که اینا می‌نویسن مقاله‌ای به اصطلاح متعادل و بی‌طرفانه نیستن، بلکه مقاله‌ها جهت‌دار هستن. به عنوان مثال فرض کنید همیشه مواضع اینطور که خود روزنامه نیویورک تایمز میگفت، مردم شکایت کردن که این مقاله‌ها بیشتر مواضع دولت اسرائیل و دولت آمریکا رو در رابطه به مسئله اتمی رو میگن، و در حالی که نه مواضع جمهوری اسلامی رو منعکس می‌کنن و یا اگر منعکس هم بکنن خیلی کوتاه و در آخر مقاله است. اینکه شکایت دیگه‌ای که شده بود این بود که مردم گفته بودن که فرض کنید این مقاله‌ها که همیشه از صفحه اول شروع میشه، عنوان‌های خیلی تندی داره، عنوان‌های خیلی هشداردهنده‌ای داره که خب خیلی ها فقط ممکنه صفحه اول یا فقط دو پاراگراف اول رو بخونن یا فقط فرض کنید عنوان رو بخونن، وقت نداشته باشن که بعدن بخونن، ولی در حالی که بعد وقتی که مقاله رو میخونی و به صفحات داخلی روزنامه میومدی متوجه میشین که این مقاله ها با وجود که عنوان های خیلی تند و هشدار دهنده ای داشتن، اونطور واقعا محتواشون اونطور واقعا هشدار دهنده و راجع به برنامه تو ایران خطرهایی که راجع به برنامه تو ایران ممکن داشته باشه واقعا صحبت نمیکرد، و این خب این گمراه کننده بود. کار به جایی رسید که به اصطلاح اون پابلیک ادیتور روزنامه نیویورک تایمز که به اصطلاح اومبودزمن بهش میگن، ایشون مجبور شد دوبار دخالت کنه و دوبار ایشون در روز دو تا یک شنبه، معمولا یک شنبه هست که پابلیک ادیتور مینویسه، در دو تا یک شنبه در روزنامه نیویورک تایمز گفتش که ما نامه ها و ایمیل های بسیار زیادی از مردم راجع به این گزارش راجع به برنامه تو ایران گرفتیم و قبول کرد که گزارش های نیویورک تایمز راجع به برنامه تو ایران متعادل نبوده. این مسئله خیلی مهمیه، بدانید که شما نگاه کنید وقتی در یک سال قبل از حمله به عراق هم همین اتفاقات افتاد، اون با خانم جودیت میلر بود و آقای مایکل گوردون، این دو خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز هر روز تقریبا، اگه هر روز هم نباشه اغراق باشه، ولی در واقع هر هفته گزارش های خیلی تندی راجع به برنامه اتمی عراق و برنامه سلاح‌های کشتار دست جمعی عراق می نوشتن. بعدها معلوم شد که تمام این گزارش هایی که اینا رو می دادن آقای احمد شلبی که معرف حضور همه هست و همه می دونیم که نقشش در براه انداختن جنگ عراق چقدر مهم بود، در واقع همه این اطلاعات رو چلبی ها و اینا می دادن. نه تنها اونها، بلکه حتی این گزارش ها رو دفتر آقای دیک چینی در اختیار خانم جودیت میلر و آقای مایکل گوردون قرار میداد به طور پنهانی. خانم جودیت میلر و آقای مایکل گوردون این گزارش ها رو به عنوان خبر موثق در روزنامه نیویورک تایمز چاپ میکردن و بعد اون وقت خود آقای دیک چینی میومد به گزارش های روزنامه نیویورک تایمز، یعنی در واقع به همون گزارش هایی که دفتر خود ایشون در اختیار نیویورک تایمز قرار داده بود استناد میکرد و میگفتش که همونطور که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده در عراق یک چنین اتفاقی داره میفته، و این خب اینها نقش بسیار مهمی در راه افتادن جنگ عراق داشتن، که البته بعد از اینکه این حقایق کشف شد خانم جودیت میلر کاملا اعتبار خودش رو از دست داد و مجبور شد که از روزنامه نیویورک تایمز بره. آقای مایکل گوردون هم یه مدت هنوز برای عراق در مورد جنگ عراق می نوشت، ولی چندین مقاله دوباره غیر متعادل غیر منصفانه راجع به نقش ایران در مورد جنگ عراق و دخالت آمریکا در عراق نوشت که باز مورد اعتراض مردم قرار گرفت و باز پابلیک ادیتور نیویورک تایمز مجبور شد دخالت کنه. و الان مدتی است که آقای مایکل گوردون من دیگه نمیبینم که برای روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای بنویسه. به حال آقای دیوید سنگر یه همچین نقشی رو در روزنامه نیویورک تایمز همیشه ایفا کردن. آقای استیون ارلنگر هم همینطور، ایشون هم گزارشی که راجع به برنامه اتمی نوشتن معمولا یک طرفه بوده و منصفانه نبوده.
به عنوان مثال همین چند هفته پیش یه مقاله نوشتم و گفتن که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارشی که در ماه نوامبر سال 2011 منتشر کرد گزارش داد که به این نتیجه رسید که برنامه اتمی ایران دارای بُعد نظامی هست و ایران مشغول سعی داره که سلاح هسته‌ای بسازه، که این مورد اعتراض بسیار زیاد قرار گرفت به دلیل اینکه اصولا آژانس در گزارش خودش چنین صحبتی رو نکرده و در واقع آقای ارلنگ کاملا دروغ گفته بود. آژانس در گزارش نوامبر سال 2011 گفته بود که قبول میکنه که اگر ایران برنامه ساختن سلاح هسته‌ای داشته این برنامه در سال 2003 متوقف شده، ولی از سال 2003 به بعد ممکنه یک سری جنبه های تحقیقاتی این برنامه دوباره شروع شده باشه، که البته خود آژانس هم مطمئن نبود و یک سری شواهد قرائنی مطرح کرد که از دولت ایران خواستش که اینها رو توضیح بده. یعنی در واقع خود آژانس هم مطمئن نبود که حتی اون جمعای تحقیقاتیش هم شروع بشه، چه که خود برنامه ساختن سلاح هسته‌ای. ولی آقای ارلنگر در مقاله که نوشته بودن ادعا کردن که اصلا آژانس به این نتیجه رسید که برنامه اتمی ایران داره یک بُعد نظامی هست و ایران به دنبال ساختن سلاح هسته‌ای، که این بسیار مورد به اصطلاح اعتراض مردم قرار گرفت، که پابلیک ادیتور نیویورک تایمز هم که خدمتتون عرض کردم دو بار در عرض چند هفته گذشته مجبور شد که دخالت کنه و راجع به این موضوع ها بنویسه. به هر حال در مقاله که این دو نفر روز یک شنبه گذشته نوشتن گفتن که دولت آقای اوباما و متحدانش از ایران در مذاکره هسته‌ای چند چیز رو خواهم خواست که ایران باید بلافاصله اجرا کنه. یکی از اونها بستن تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فوردو در نزدیکی قم. این تاسیسات همونطور که در برنامه‌های گوشه خدمت شما عرض کردم در زیر کوه ساخته شده و احتمال اینکه این تاسیسات بشه با بمباران از بین برد خیلی کمه، حتی با وجود معذرت میخوام بمب‌های بسیار بزرگی که ارتش آمریکا در اختیار داره که ظاهراً یه بخشش از اونا هم در اختیار اسرائیل قرار دادن، باز هم کارشناسان فکر می‌کنن که این بسیار سخت خواهد بود که بشه این تاسیسات رو با بمباران از بین برد. اگرم بشه از بین برد احتیاج به بمباران‌های متداوم چند روزه و یا شاید چند هفته‌ای داشته باشه. روزنامه نیویورک تایمز و آقای دیوید سنگر و ارلنگر گزارش دادن که دولت آمریکا از ایران خواهد خواست که این به اصطلاح غنی‌سازی رو در فوردو کاملا متوقف کنه و بعد به طور کلی به قول معروف در فوردو رو ببنده و این تاسیسات رو از بین ببره. خواست دولت دیگه دولت آمریکا اینطور که روزنامه نیویورک تایمز گزارش میداد این بود که ایران غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% رو متوقف کنه و اون مقدار 20% اورانیوم غنی شده که در حال حاضر داره که حدود 75 تا 80 کیلوگرم هست رو به خارج از ایران بفرسته. خب اینها به نظر من دست کم یکیش خواسته ایست غیر منطقی. من این موضوع رو در یک مقاله که چند روز پیش نوشتم و در وبسایت تهران بیرو منتشر شد خدمت همه توضیح دادم، به دلیل اینکه این که از دولت جمهوری اسلامی بخوان که تاسیسات فوردو رو ببندن این به نظر من خواسته ایست عمل نشده. به نظر من این خواسته ایست غیر واقعی، یعنی امکان نداره که به نظر من دولت جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران که همیاران حرف اول رو در اداره مملکت میزنه به این خواسته تن بده، چون اصولا خود به عنوان مثال آقای دکتر فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی همین یکی دو روز پیش خودشون در مصاحبه گفتن که ما به این دلیل فوردو رو ساختیم که فکر میکردیم که تاسیسات نطنز که به راحتی توسط بمباران میشه از بین برد با وجودی که زیر زمین هست ولی به استحکام فوردو هست نیست و ممکنه مورد حمله قرار بگیره و مواد هسته‌ای ما هم در روی زمین هست ممکنه پخش بشه، به هم دلیل دنبال جای مطمئن تری بودیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم و به هم دلیل تاسیسات فوردو رو انداختیم. خیلی خوب، اگر تاسیسات فوردو به این دلیل راه افتادن که جمهوری اسلامی میترسید که نطنز و بقیه تاسیسات مورد حمله قرار بگیرن از بین ببرن، واضح خواهد بود که به این سادگی ها تاسیسات فوردو رو نه متوقف میکنن غنی سازی رو و نه اصولا این رو کنار میذارن. یعنی اگر حکومت شخص آقای خامنه ای و سپاه حتی اگر قرار بشه راضی هم بشه که غنی سازی رو در فوردو متوقف کنن و یا غنی سازی رو در و تاسیسات فوردو رو به طور کلی کنار بذارن، اگر هم قرار بشه این کارو بکنن فقط در صورت این کارو خواهند کرد که یک امتیاز بسیار 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 بزرگ از غرب دریافت کنن، که با توجه به شرایط سیاسی که وجود داره بعید به نظر میاد که آمریکا چنین امتیاز بسیار بزرگی رو به حکومت در ایران بده و به همدلیل این خواسته خواسته ایست نشدنی. حالا
اهمیت این موضوع چیه؟ یه عده ممکنه بگن که خیلی خوب در مذاکرات همیشه دو طرف خواستهای خیلی بالا رو مطرح میکنن تا اینکه بعداً این دو خواسته یه جایی به هم برسن و به توافق برسن. به نظر من اهمیتش اینه که اگر مذاکرات با این شروع بشه که شما یک خواسته نشدنی رو مطرح کنید، اصولاً ممکنه که این مذاکرات رو به شکست میانجامد، به خصوص که با توجه به جو سوءزنی که هم از طرف سران جمهوری اسلامی وجود داره و هم از طرف سران قبل، یعنی دو طرف هیچ گونه اطمینانی به هم دیگه ندارن و واضح هم هست که نباید داشته باشن. 32 ساله که 33 ساله که دولت جمهوری اسلامی وجود داشته، 33 ساله که دولت جمهوری اسلامی به اهل غرب شعار داده، 33 ساله که دولت جمهوری اسلامی کارهایی کرد که منافع غرب رو در خاورمیانه به خطر انداخته. در این حال خب 33 سال هم هست که دولت آمریکا و غرب در پی تضعیف حکومت جمهوری اسلامی بودن. صرف نظر از که ما راجع به حکومت جمهوری اسلامی چی فکر میکنیم، واضحه که در عرض 33 سال گذشته غرب همیشه در پی تضعیف دولت جمهوری اسلامی بوده، دولت جمهوری اسلامی هم متقابلا مقابله کرده و بنابراین واضحه که یک جو کاملا بی‌اعتمادی در دو طرف وجود داره و بنابراین در چنین جوی، به خصوص وقتی که تحریم‌های اقتصادی خیلی سختی بر علیه ایران انجام شده و واقعا فشار روی مردم بسیار زیاد شده، فشار روی اقتصاد ایران زیاد شده، مطرح کردن خواستهایی که انجام نشدنی هست تنها اثرش اینه که ممکنه کل مذاکرات رو زیر سوال قرار بده و مذاکرات رو به شکست میانجامه. به همین دلیل به نظر من این موضع کاملا قابل انتقاد است. البته اینو میشه درک کرد که دولت آمریکا چی بخواد از دولت جمهوری اسلامی. آقای استیون والت که استاد معروف دانشگاه هاروارد هستند و مقاله‌های بسیار زیادی رو راجع به این موضوع نوشتن و همطور نقش لابی اسرائیل در آمریکا، در مقاله‌ای که راجع به این موضوع نوشتن تلاش کردن که من می‌فهمم که دولت آمریکا بخواد از ایران چنین کاری رو بکنه، مثل اونی که من بخوام از آقای وارن بافت و آقای بیل گیتس بخوام که انتظار داشته باشم که اینا چک‌های میلیارد دلاری برای من بنویسن. خب منم میتونم یه انتظاری از اونها داشته باشم، مثل که دولت آمریکا بخواد از جمهوری اسلامی انتظار داشته که تاسیس فوردو رو ببندن، ولی هم من میدونم که بیل گیتس و وارن بافت برای من چک میلیارد دلاری نخواهند نوشت و هم دولت آمریکا حتما میدونه که سران جمهوری اسلامی چنین کاری رو نخواهند کرد و بنابراین مطرح کردن چنین خواسته هایی معنیش اینه که در واقع آنچه که داریم ما به ایران میگیم یکی از دو موضوعش تنه میشه، یا اینکه ما نمیخوایم با شما توافق برسیم، بنابراین خواسته ای رو مطرح میکنیم که میدونیم شما قبول نمیکنید و به شکست انجام میکشه، یا اونطور که آقای پال پیلار گفت. آقای پال پیلار یکی از ماموران برجسته سازمان CIA بودن در امور امنیتی و همینا هم رئیس مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج تاون هستند. ایشون در مقاله‌ای که نوشته بودن گفتن که این پیامی که ما به دولت ایران داریم میدیم اینه که بله ما غنی‌سازی در ایران رو تحمل میکنیم، به شرط اینکه غنی‌سازی در جایی انجام بشه که اگه الان هم بمباران نکنیم بعداً بتونیم بمباران کنیم، یعنی اگر تاسیس فوردو جمع بشه تاسیس دیگه ایران قابل بمباران و از بین بردن است، بنابراین ما این کار رو فقط تحت چنین شرایطی قبول میکنیم. به هر حال صحبت اصلی من در این مورد اینه که مطرح کردن خواستهایی که یا نشدنی است و یا اصولا مطرح کردنش در این مرحله کمکی به جریان نمیکنه کار درستی نیست. من هم مثل خیلی ها امیدوارم که دولت جمهوری اسلامی با غرب در مورد برنامه اتمی توافق برسه، چرا که اون وقت میتونه فشار اقتصادی روی مردم کم بشه، خطر جنگ با ایران بسیار کم بشه، که به نظر من فشار کم شدن فشار اقتصادی و کم شدن خطر جنگ در واقع کمک بسیار بزرگی به جنبش دموکراتیک مردم ایران خواهد بود، چرا که وقتی کشور از لحاظ خارجی مورد تهدید قرار نگیره و بنابراین اون تهدید نتونه توسط حکومت به عنوان بهانه استفاده بشه برای ساکت کردن مردم، اون وقت اون جنبش در داخل ایران یک فضای تنفسی پیدا خواهد کرد که میتونه اون وقت سراغ حاکمیت و حکومت بره و سعی کنه که خواستهای خودش رو به دست بیاره. خب موضوع مهم دیگه هم بود که میخواستم راجع به اون صحبت کنم، متاسفانه وقت برنامه به اتمام رسیده. اون موضوع صحبتهایی بود که آقای
رضا پهلوی در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل مطرح کردن. وقتی برنامه به اتمام رسیده و انشالله راجع به موضوع در هفته آینده با شما صحبت خواهم کرد. از شما دعوت میکنم که به برنامه دوست خیلی خوبم آقای مرتضی محیط که روز شنبه از ساعت 10 تا 11 نیم صبح و روزهای سه شنبه هم 9 صبح هم 9 شب از تلویزیون پیام افغان پخش میشه توجه کنید. خوشحال و سپاسگزارم که وقت زحمت خودتون رو به تماشای برنامه بنده اختصاص دادید. تا پنجشنبه آینده ساعت 8 شب که دوباره در خدمت شما خواهم بود، روز و روزگار و شما شیرون و خوش باشه. سپاسگزارم. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.